محترم محمد نعیم اسقری مسئول پروگرام های دفتر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با ما هستند آقای اسقری سلام و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین به یقید است که این موارد که شامل تشکیل کمیته شفافیت، تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی، کمیته گزینش روابط میان دفاتر مرکزی و ولایتی و مسائل مربوط به دارالنشا و روابط میان دو کشور انتخاباتی، دو کمیسیون البته انتخاباتی میشه، باید غور شود. دلیل این غور چیست؟ آیا به نظر شما این موارد قابل عملی نیست؟ تشکر سلام خدمت شما و بیدنده. البته موارد که کمیته شفافیت قسم که از نامش پیداست اما وظایف را که برای کمیسیون کمیته شفافیت در نظر گرفته شده وقتی که اختلاف بین دو کمیسیون پیدا میشه این کمیته شفافیت که متشکل از دو حزب و از کمیسیون های انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی نماینده حقوق بشر و همچنان از استر محکمه میباشه این معضله را علم میکنه. الان که در رابطه به شفاف تامین شفافیت یا کمیته که برای شفافیت انتخابات باشه شفافیت انتخابات مربوط به یک کمیته نمیشه شفافیت انتخابات مربوط میشه به یک کمیسیون باز کمیسیونی که همیشه وقتا فوقتا معلومات ها را در خدمت مردم و نهادهای زیدخل داخل شریک بسازه و امواره از عملکرد های خود نهادهای زی داخل و مردم و رسانه ها را در بگذارن. و همچنان نظارت فرصتها را برای نظار... عمل نظارت هست روند انتخابات و همچنان مجالس که اونا دارن تصامیم را که اونا میگرند مجالس آماده بسرن تا یک که شفافیت تمین شود حالان که این کمیته شفافیت قسم که ایجاد شده ما روی دیگه داریم مثلا در پارلمان وقتی که دو در بین دو مجلس پارلمان اگه اختلاف به وجود می آیا در اوجا از در دو مجلس جلسه رؤسایشون یک کمیته کمیسیون تشکیل میشه و مشکل حل میشه که دیجا می میتونه همو روی استفاده شود در رابطه در رابطه با اوزبندی باید بگویم که گفته در نظر به تناسب نفوس اوزه های کوچک شود که از یک طرف ما نفوس های دقیق ولسوالیا و, و نوایی را ما دقیق در اختیار نداریم و از طرف دیگه همی اوزبندی در یک مدت زمان کمی که ما مثلا انتخابات پارلمانی را حداقل در آغاز سال آینده باید از داشته باشیم تشکر آقای به مسئله حوزوی بر میگردیم اجازه بدین این سوال از شما بپرسم که برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات امر تقنینی رئیس جمهور غنی را مغایر با قانون خواندن و که ای که باید این کمیسیون ها وظایف خود به شکل قانونی عملی سازند به نظر شما آیا رئیس جمهور برای عدم بروز تنش میتانه فرمان تقنینی را برای اصلاحات سیستم انتخاباتی صادر کنه البته اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای توافقات سیاسی بند پنج توافقات سیاسی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل شده واضح است که مبنای امو حکومت وعدت ملی هم امو توافقات سیاسی است و همچنان بر مبنای ماده 64 قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت دارد که برای بهبود امور کمیسیون های مستقل ایجاد بکنه بله تعویق انتخابات پارلمانی باعث تنش میان اعضای پارلمان که وقت کارشان خاتمه یافته نیز گردید به نظر شما این تعویق تا چه حد ممکن به مشروعیت پارلمان یا شورای ملی صدمه میزنه البته مشروعیت پارلمان بعد از اول سرطان زیر سوال است یعنی وقتی که زمان قانونیش یا اول سرطان ختم شد هرقدر که ای زمان تعویل شده بره به مو اندازه یک رکن اساسی دولت از جمله سه رکنش که قوه مقننه است و قانونگذار است متاسفانه در یک حالت نامشروع قرار داره و تصویب قوانین هام شک... طوری که شاید وباید و تورکه قابل اعتبار باشه تصامیمشان نمیتونه بنان بهتر است که زمان انتخابات هر چی زودتر انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی تعیین شود تا ما یک پار... ما یکی از ارکان سلاسه دولت که قوی مقننه است ما قانونی داشته باشیم بله جناب محترم محمد نیم از غری تشکر از که دعوت ما را پذیرفتین و به سوال های ما پاسخ گفتین